ویدیوی 6 اخراج یا دیپورت شدن به چه معناست؟ اخراج یک روند اداری است که یک تبعه خارجی در ترکیه یا به کشورش و یا به یک کشور دیگر که ممکن است به آن سفر کند فرستاده می شود. این ویدیو شرایطی که ممکن است تحت آن تصمیم اخراج صادر شود را نشان می دهد. این ویدیو فقط جهت اطلاع رسانی است و مشاوره حقوقی نمی دهد. ما به شما توصیه می کنیم که در مورد پرونده شخصیتان مشاوره حقوقی را از یک وکیل بگیرید. زمینه ها و دلایل مشترک برای حکم اخراج. شما ممکن است حکم اخراج دریافت کنید اگر شرایط و ضوابط ورود قانونی به ترکیه یا خروج از آن را نقض کرده یا سعی در نقض آنها را داشته اید. در زمان ورودتان به ترکیه و یا در زمان درخواستتان برای ویزا یا بروز کردن آن و یا اجازه اقامت، اطلاعات نادرست و یا جعلی ارائه داده باشید. از دوره معافیت ویزا یا مدت زمان ویزایتان بیشتر مانده باشید. اجازه اقامتتان لغو شده باشد. بدون دلیل قابل قبول و بیش از 10 روز با اجازه اقامت منقضی شده در ترکیه مانده باشید. مقامات یا مسئولین متوجه شوند که شما در زمان اقامتتان در ترکیه بدون اجازه کار معتبر مشغول به کار بوده اید و یا از راه‌های غیرقانونی پول درآورده باشید. مقامات تحت هر کدام از این شرایط ممکن است به این نتیجه برسند که شما اجازه قانونی برای ماندن در ترکیه را ندارید و می توانند یک حکم اخراج علیه شما صادر کنند. اگر برای حمایت بین المللی درخواست داده باشید و پاسخ منفی دریافت کرده باشید و برای آن درخواست تجدید نظر نکرده باشید، ممکن است که در این صورت نیز برای شما حکم اخراج صادر شود. به همین ترتیب، اگر برای یک حکم با پاسخ منفی درخواست تجدید نظر کرده باشید، اما درخواست تجدید نظرتان توسط دادگاه رد شود، ممکن است در صورت نداشتن دلایل قانونی دیگر برای ماندن در ترکیه، حکم اخراج برایتان صادر شود. دلایل و زمینه‌های دیگری نیز برای صدور حکم اخراج برای شما وجود دارد. اگر مقامات تشخیص دهند که شما نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی را تهدید می کنید. اگر مقامات تشخیص دهند که شما رهبر، عضو یا حامی یک سازمان تروریستی یا یک سازمان جنایتکار هستید یا بوده اید. هر تصمیم یا حکم اخراج که علیه شما صادر شود، باید به صورت کتبی و به زبانی که شما می فهمید به شما ابلاغ شود. اگر یک وکیل نمایندگی شما را به عهده داشته باشد، او هم از این مسئله مطلع می گردد. در زمان دریافت این اطلاعیه، باید در مورد عواقب این حکم و همچنین چگونگی درخواست تجدید نظر مطلع شوید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد درخواست تجدید نظر برای حکم اخراج، ویدیوی ما در این مورد را ببینید. این ویدیو فقط جهت اطلاع رسانی است و توسط شبکه غیر انتفاعی همبستگی پناهندگان با مشارکت سازمان حقوق پناهندگان ترکیه تهیه شده است.